بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. بیت آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس قم روز گذشته مصادف با 8 ربیع الثانی 1446 هجری قمری، همزمان با ایام قربت و مظلومیت نفس و جان رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و شهادت مظلومانه پاره وجود پیامبر اسلام سرور زنان عالم حضرت صدیقه شهید فاطمه زهرا سلام الله علیها به روایت 40 روز غرق در ماتم و عزا بود. در این محفل عزا که معظم الله و جمعی از علما، فضلا، شخصیت‌های علمی، رسانه‌ای و عزاداران فاطمی حضور داشتند، به ذکر مصائب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرداخته شد و میهمانان در محضر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی در عزای اولین شهیده ولایت به سوگ نشستند. ارتش آمریکا اعلام کرد که طی یک رشته حملات هوایی چندین اردوگاه در سوریه که به عنوان پایگاه‌های گروه سنی‌های تندروی داعش شناخته می‌شود را هدف قرار داده است. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هدف از این حملات را ایجاد اختلال در توانایی گروه سنی‌های تندروی داعش برای برنامه ریزی، سازماندهی و حمله به منافع ایالات متحده و متحدان آن و غیر نظامیان در سراسر منطقه و جهان اعلام کرده است. لازم به ذکر است ارتش آمریکا آماری درباره شمار کشته شدگان داعش در این حملات ارائه نکرده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند دولت اسلام آباد از افغانستان هیئتی را برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای دعوت نکرده است. روزنامه اکسپرس تریبون نیز به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت عضویت افغانستان در سازمان همکاری شانگهای از سپتامبر 2021 پس از به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در کشور غیر فعال شده است. در پایان لازم به ذکر است اگرچه افغانستان عضو رسمی سازمان همکاری شانگهای نیست، اما عضو ناظر این سازمان است. در ادامه نگرانی از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم در افغانستان، اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو میگوید اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد، بیش از 4 میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. این نهاد سازمان ملل متحد گفته که در حال حاضر 1,400,000 دختر در افغانستان از آموزش محرومند. در این حال کمیته سوئد برای افغانستان نیز به مناسبت روز جهانی دختر گفته بر علاوه این رقم دخترانی وجود دارند که هرگز به مدرسه نرفتند و از فقر و جنگ رنج میبرند. آتش سوزی گسترده‌ای در بازار آهن غرب تهران رخ داده که خسارات زیادی به انبارها و مغازه‌ها وارد کرده است. این آتش سوزی در وسعت 10,000 متر به دلیل وجود مواد اشتعال‌زا مانند افشانه‌ها و سیلندرهای گاز به سرعت گسترش یافت. در جریان عملیات اطفای حریق پیکر 3 نفر که جان خود را از دست داده بودند کشف شد. دادستان تهران با حضور در محل حادثه اعلام کرد که برخی مغازه‌داران اصول ایمنی را در نگهداری کالاهای خود رعایت نکرده بودند.